سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، بریم سراغ ادامه بحثمون و از امروز میخوایم یه موضوع جدید رو شروع بکنیم، فصل جدیدمون رو شروع بکنیم. میخوایم راجع به MVC صحبت کنیم، یه تقریبا 3-4 جلسه حتی اکثر. اصلا MVC چی هستش؟ MVC مخفف مدل ویو کنترلره، یه جور در حقیقت الگوی طراحی نرم افزاره، یعنی اون ساختار برنامه در حقیقت کدتون رو میتونید باش مشخص بکنید. و نکته هم که داره که شما بیاید دقیق قسمت های مختلف کدتون رو از همدیگه جدا بکنید و مثلا قیمه رو تو ماستا نرزید دیگه. حالا خیلی خودمونش رو بخوام بگم، دقیق شما کاری که میخواد بکنید که بیاید قسمت لاجیک رو از قسمت دیسپلی جدا بکنید. اما اصلا این یعنی چی؟ الان میام پیاده سازی هم میکنیم توی پروژه که تو جلسه قبل داشتیم انجام میدادیم. قسمت مدل میشه بچه ها اون جاهایی که شما قراره با دیتا کار بکنید. هر جایی که قراره با دیتا کار بکنید میشه قسمت مدل. ویو میشه اون چیزی که کاربر میبینه. یا تو شما تو پروژه‌مون یه پروژه یه دقیقاً دایرکتوری ویو درست کرده بودیم و گفتم دلیلش رو بعدم میگم، دلیلش همین بود. در اومدیم توی ویو هر چیزی که کاربر قراره ببینه رو اینجا گذاشتیم. اما کنترلر چه قسمتیه؟ کنترلر اونجاییه که در حقیقت میاد ارتباط بین بخش‌های مختلف رو قرار برقرار بکنه. مثلا همون این روتایی که اینجا نوشتیم، این قسمت کنترلرمونه تقریبا، نه همش ولی قسمت عمدش. بریم از همه کنترلر شروع کنیم، بریم از همه کنترلر شروع بکنیم، قسمت کنترلر پروژه رو درست بکنیم و بعد بریم سراغ مدل و ویو. از ویو رو که اولا درست کردیم، خب طبیعتاً اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم در حقیقت یه دایرکتوری جدید درست کنم، اسمش رو بزنم کنترولرز و میره بالا قرار میگیره. داخل کنترولرز فایلی درست میکنم، مثلا اسمش رو میذارم product.js. خب حالا برگردیم توی همین ادمین، این به پروداکتمون ربط داره چون اد پروداکته، پس میتونیم اینو ببریمش داخل کنترلرمون. خب میام چیکار میکنم؟ میام این یه تیکه، یعنی این فانکشنه رو اینو از اینجا بر میدارم، از باید با اینجا ببرمش تا اینجا رو باید بردید. پس اینو بر میدارم میبرم اینجا. به یه نحوی من باید ببینه این کدی که اینجا نوشتم تو این فایله و این چیزی که میخوام اینجا قرار بدم یه ارتباط ایجاد بکنم دیگه. میام اینو اکسپورتش میکنم. ما امکان اکسپورت کردن چندین دقیقت فایل از داخل یه دونه ماژول رو داریم، قبلا دیدیم. چیکار میکنیم؟ میام میگیم اکسپورت دات، یه اسمی براش بذارید مثلا گت add product. پس اسم این رو گذاشتم get add product. حالا فقط کافی که بیام اینو ایمپورتش بکنم اونجایی که میخوام استفاده کنم. به این دیگه نیاز ندارم اینجا بچه، پاک دیگه به این نیاز ندارم. خب همینجا ایمپورت میکنم const product کنترلر مثلا مساویس با ریکوایر. خب آدرس اون فایل رو بهش میدیم، میام یه دونه بیا بیرون بر تو کنترلرز اینو اینجاست. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام اینو میذارم اینجا دات، خودش ساجس میکنه get add product. دقیقا این کدو آوردم انداختم اینجا ولی دیگه اینجا نیستش، بردم توی یه فایل جدایی برای قسمت کنترلر. خب این از این. حالا بریم سراغ پستش. دوباره بچه ها این رو تا اینجا کات کنید، بیاید اینجا اکسپورت پست، این دفعه اد پروداکت مساویس با
اینی که آوردید. حالا میام اینور. داد پست اد پروداکت، به همین سادگی. آیا این باید اینجا بمونه بچه ها؟ نه دیگه، این دیگه نیازیست اینجا بمونه. اینو باید از اینجا برش داریم، ببینیم بذاریمش اینجا، چون قرار اینجا ازش استفاده کنیم. یک کنید اینو هاشش، چون اینجا ازش استفاده شدی باید بذاریمش اینجا. این همین، پس دیگه نیاز به این هم نداریم، چون پروداکت دیگه اینجا حضور نداره که بخواد اکسپورت بشه. خب خیلی خلوت تر داره میشه کدومو. و چون قراره بچه از این فایلمون یه دونه چیز اکسپورت بشه، میتونیم به این صورت بنویسیم ماژول داد اکسپورت، چون نه قراره یه دونه روت فقط اکسپورت بشه دیگه، پروداکتی وجود نداره و نیازی نیست که دوتا اکسپورت جدا داشته باشیم. و توی app.js که ما اینجا اومده بودیم یا کنیم admin data رو جدا کرده بودیم، اینو دیگه میکنیم admin root، چون دیگه پروداکتی داخلش نیست. admin root و اینجا رو میکنیم این، چون دیگه فقط root رو داره اکسپورت میکنه، دیگه نیازی نیست جدا سازی انجام بدیم پروداکت رو از root. خب حالا هر جای پروداکت رو بخوایم دیگه اونجا اصلا نیازی دیگه به پروداکت نداریم، چون پروداکت ما همینجا لازمش داریم. این پروداکت رو فقط ما همینجا لازمش داریم و دیگه نیازی نیست اصلا جای دیگه ببریم. خب بریم سراغ شاپ. من اینا رو ببندم اضافه رو. بریم سراغ شاپ. اینجا هم میتونیم اینو از اینجا بردارم. بیام اینجا. بگم exports.get مثلا product اسمشو بذاریم. به این صورت. حالا فقط کافی که بیام اینور. اینجا ایمپورتش بکنم. و بیام اینجا ازش استفاده بکنم. خب آیا به این دوتا نیاز داریم اینجا؟ دیگه نیازمش نداریم، مثلا کار با این دوتا ما نداریم. اینم پاک. فقط به چی نیاز داریم؟ const product controller require. حالا فقط کافی اینو بیم بزنیم اینجا get products بذاریم، به نظرم قشنگ تر است، چون احتمال شاید چند تا محصول باشه. خب ما یه روت دیگه هم داریم بچه تو پروژه همون، صفحه 404 همون که اینجاست، این هم میتونیم اکسپورت کنیم. من از اینجا کپی میکات میکنم، یه فایل جدید تو کنترل درست میکنم برای این، اسمشو میذارم errors مثلا .js، بعد میگم export دات مثلا اسمشو میذارم get 404، اینو میدم بهش. میام اینجا حالا اینو ایمپورت میکنم و ازش استفاده میکنم. خب اسمش چی بذاریم؟ const error controller مساویه require controller error. اینو میام اینجا dot get 404. خب الان پروژه باید بدون مشکل کار بکنه بچه. بریم کار میکنه. خب اینجا خطایی نداشتیم. خب بریم ببینیم. خب یه خطا داریم. کجا؟ admin data is not defined. یه جا admin data هنوز داریم. کجاست admin data مون؟ پیداش کنید بچه admin data رو. خب بذار به همینجا نگاه کنیم، اینجا خطا داده، بذار کوچیک‌ترش کنم. خب بیم بالاتر توی اینجا
اینجا ادمین دیتا داریم با جای بچه ها. یه جایی توی get product مطمئنی؟ آها دیگه اینو نیاز نداریم اینجا. فهمیدم چی شد. اینجا نیا کنید بچه ها. این چیکار میکرد؟ ما رو هدایت میکرد به صفحه‌ای که لیست محصولات بود دیگه، که میرفت پروداکت رو یه جا دیگه میخوند. قبلا یه جا نبودن، الان چون دقیقا همینجاست بالا سرشه اینا، پروداکت اینجاست. دیگه کوچیک کنم اینو، دقیقا پروداکت بالا سرشه دیگه، نیاز نداره جای ایمپورت بشه، برای همین قدرش خطا میداد. یه رفرش درست صفحه ادمون، یه محصول اضافه کنم. فیسبوک اوکیه، داره کار میکنه. 404 رو چک کنیم. بسیار عالی. از خطایی که میداد به خاطر این بود که پروداکت دیگه اینجا حضور داره. کارمون خیلی راحت تر شد. آوردن پروداکت اینجا باعث شد که دیگه خیلی جا نیاز نباشه اینو بخوام هی ببریم اون ور جابجاش بکنیم. این از قسمت کنترلش. بریم بیایم جلسه دیم سراغ قسمت مدل ویو هم که قبلا درست کردیم. فعلا خدا.